سلام، خوش اومدید. من احسان آموتوسی هستم. تصور کنید قرار امروز براتون مهمون بیاد. شما دارید آشپزی میکنید، یکی داره دوش میگیره و یکی دیگه مشغول نظافت و تمیزکاری خونه است. شوپاژا بازه و برای استقبال از مهمونام چند تا شمع گوشه و کنار خونه روشنه. احتمالاً این تصویر هر چیزی رو تو ذهن شما تداعی میکنه جز اینکه این کارا داره هوای داخل خونه رو تبدیل میکنه به یک ترکیب خطرناک از مواد سمی و آلاینده که حتی از هوای بیرون هم برای تنفس میتونه مضرتر باشه. امروز سعی می‌کنیم با حضور یک کارشناس به جنبه‌های مختلف آلودگی داخل ساختمان‌ها بپردازیم. شما می‌تونید بگید که چقدر به این موضوع حساسی، در موردش اطلاعات دارید و برای کنترل هوای داخل ساختمان چه کارهایی به ذهنتون می‌رسه. اینجا هشتگ شماست. راه تماس رو می‌بینید، براتون مرور می‌کنم. ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر، علاوه یک شماره تلفن که از اون طریق هم می‌تونید با ما صحبت بکنید. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، بذارید که یک ویدیو ببینیم. سعی کردیم بعضی از اصلی‌ترین منابع آلاینده هوای داخل ساختمان‌ها اونجا اشاره بکنیم. با این ویدیو دیدیم، اما واقعیت اینه که فهرست مواد آلاینده و اون منابعی که موجب آلایندگی هوای داخل منازل میشه واقعا طولانی‌تر از ایناست. بعضی از عوامل دیگه که تو این ویدیو بهش اشاره نشده بود هم می‌خوایم اینجا اشاره بکنیم. شمع، همون که در ابتدای برنامه هم گفتم، خیلی دوست دارن شمع بسوزونن تو خونه برای اینکه شاید فضای خونه مقداری دلانگیزتر میشه، رمانتیک‌تر میشه، غافل از اینکه انواع و اقسام شمع‌ها به هر حال میتونن ترکیبات کربن آزاد بکنن که اون برای تنفس طبیعتاً مشکل‌زا هست، به خصوص شمع‌هایی که در ساختشون از پارافین استفاده شده مشکل بیشتر ایجاد می‌کنن. اما حتی شمع‌هایی که از ترکیبات گیاهی و اینا هم استفاده میشه، اونا هم به هر حال مشکل رو همچنان پابرجا نگه می‌دارن. فرش یکی از مسائلی که در خونه‌های ایرانی اتفاقاً چون فرش زیاد وجود داره شاید براتون جالب باشه، دیدید بعضی از بوی فرش نو خوششون میاد. علتش در واقع همون ترکیبات عالی فراری هستش که در الیاف فرش به کار میره. طبیعتاً فرشا که الیاف طبیعی دارن یه مقداری باز مشکل رو کمتر میکنن، ولی اونها هم مسائل دیگری ایجاد میکنن، از جمله اینکه به خاطر پرزهایی که فرش داره هرچی پرز بلندتر باشه در واقع گرد و خاک درش جذب میشه و پاک کردن و جارو کردنش هم کار سختیه، بنابراین برای نوزادان میتونه خیلی خطرناک باشه در سیستم در واقع تنفسیشون و ریویشون مشکلات ایجاد میکنه. برامون سعی بکنید که از فرش الیاف طبیعی تا میشه استفاده بکنید. محصولات الکترونیکی که از پلی وینیل کلوراید ساخته شدن و اصولا پلاستیک درشون وجود داره، اینها وقتی گرم میشه به خصوص
باز گازهایی متساعد میکنه که در محیط خونه میتونه اونها هم ترکیبات خطرناکی به وجود بیاره. بنابراین داشتن یک سیستم تصفیه خوب میتونه تا حدی این مشکل رو حل بکنه، نه 100%. ضمن اینکه اطراف محصولات الکترونیکی که تو خونتون به کار میره مثل تلویزیون، چاپگر یا کامپیوتر رو سعی بکنید هر چند وقت یه بار با جارو، گرد و خاک و محیط اطراف اونها رو هم تمیز بکنید تا حدی شاید مشکل کم بشه. گاز رادون میدونیم از طریق خاک وارد محیط ساختمان ها میشه. این گاز هم عملاً در طولانی مدت میتونه بیماری های مزمنی ایجاد بکنه و حالت آلرژی شاید ایجاد بکنه حتی برای افراد، و اون رو هم طبیعتاً از طریق شاید گرد و خاک، گرفتن گرد و خاک محیط منزل تا حدی بتونیم کنترل بکنیم. قارچ‌ها و کپک‌های ناشی از رطوبت که معمولاً در سرویس‌های بهداشتی و حمام ایجاد میشه هم در تنفس بعداً میتونه مشکل‌زا باشه. بنابراین راه حلش اینه که بعد از اینکه دوش گرفتید در حموم باز بذارید که حداقل اون رطوبت خارج بشه، اونجا نمونه، تولید قارچ نشه، و در واقع داشتن یک جریان هوا در حموم از این نظر شاید بتونه مشکل رو تا حدی حل بکنه. بریم ببینیم که رو خطوط تلفن دو نفر اول اصلا چقدر با این موضوع آشنان. نسترن رو از تهران داریم، بعدم با افشین از همین شهر صحبت می‌کنیم. نسترن، قبل از این هیچ وقت فکر می‌کردی که هوای داخل خونه اونقدر میتونه آلوده باشه که حتی شاید بعضی وقت‌ها از هوای بیرون، هوای شهر، شهری مثل تهران هم حتی مضرتر باشه برای شما؟ سلام، خسته نباشین. بله، سلام. من موافق 100% شما هستم. اتفاقا مدتی هم هستش که فکر خریدن دستگاه این تهویه هوا هستم که از اینکه آلودگی داخل خونه رو از بین میبره، ولی اعتمادی هنوز پیدا نکردم چه مارکی بگیرم، چه جوری بگیرم و اینا، فعلا هنوز نتونستم تهیه کنم. طبیعتا اون یه راهه که شاید تا حدی مشکل رو کم بکنه، ولی به نظر نمیاد که کاملا مشکل حل بشه از طریق اون دستگاه تصفیه هوا. الان اشاره کردیم خود آدم هم میتونه یه کارایی رو بکنه، مثلا موقع آشپزی اگر امکانش هست، اگر آشپزخونه‌تون کنار خیابون پر رفت آمدی نیستش که باز کردن پنجره بخواد اولا هوای آلوده شهر رو هم بیاره داخل خونه، مثلا این کارا رو انجام بدید، پنجره رو باز بکنید. این جور راه حل ها و راهکارهای ساده رو آیا تا حالا فکر کردید بهش، اصلا امتحان میکنید خودتون؟ خوشبختانه من از اول برنامه که داشتم نگاه میکردم تقریبا بدون اینکه آگاهی داشته باشم همه این کارا رو انجام میدادم. بازگذاشتن در حمام، بازگذاشتن پنجره آشپزخونه، بعد دیگه به گردگیری و اینا هم که دیگه کار هر روزمونه تقریبا. بعد به اینا خیلی من اهمیت میدم، استفاده از بود موقع آشپزی. بعد شم زیاد استفاده نمیکنیم، خوشبو کننده زیاد استفاده نمیکنیم، وایتکس من اصلا استفاده نمیکنم، ولی یه سری خب جمع گیری ها برای حموم و دستشویی لازمه دیگه، مجبوری استفاده میکنم. حتی مثلا بعضی از مواد آرایشی یا لوازمی که برای نظافت شخصی آدم ممکنه داشته باشه، اونها هم از مواد شیمیایی درش استفاده میشه که میتونن بعد از اینکه گازهایی ممکنه از اونها متساعد بشه ترکیب‌های خطرناکی ایجاد بکنن. اونها رو مثلا موقع خرید هیچ وقت دقت کردید که اصلا بدونید که اون مواد کدومه که مواد خطرناکی هستن که موقع خرید سراغ اون محصولات نرید؟ من زیاد از محصولات شستشویی برای آرایش پاک کردن استفاده نمی‌کنم. آب و صابون رو ترجیح میدم. و خب چون کلاً پوست و چشم حساسی دارم نمیتونم هر محصول آرایشی رو استفاده بکنم. تقریباً دقت میکنم. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. بریم با افشین حرف بزنیم. افشین، شما چقدر با این مشکل اصلا آشنا هستید و اگر آشنا هستید راه حلتون چیه؟ چه راهکارهایی دارید که اینجا تو برنامه بشه مطرحه؟ درود بر شما احسان عزیز و دوستانی که برنامه رو میبینند. از شما خدمتون که اول اینکه من برنامه رو متاسفانه بنا به دلایلی ندیدم و اصلا الان برنامه رو نمیبینم، ولی در جریان صحبت ها هستم. بسیار خوب، حالا بفهمید که خودتون اگر که کلن با این مشکل آشنا هستید بیشتر چه راهکارهایی دارید، فهم کنید چطور میشدم خودش تا حدی مسئله رو کنترل بکنه؟ بله، عرض کنم خدمت شما دوستان عزیزم که برای جلوگیری از آلودگی خونه، خب در زمین پخت و پز مثلا شما گفتید اگر خونه در مجاورت خیابون‌های شلوغ نباشه، مثلا پنجره آشپزخانه، با باز کردن پنجره یا اینکه روشن کردن هودی که بالای اجاق گاز نصب شده، میتونیم حالا آلودگی پخت و پز رو یه جوری بگیریم. یا مثلا حتی به نظر من جارو برقی کشیدن تو خونه خودش باز درسته، حالا یه سری ریزه هایی که روی فرش هست، زیر مبل هست،
ور می‌داره، ولی اون خروجی جاروبرقی، اون بادی که جاروبرقی از پشتش خارج میشه، به نظر من اون خودش هم آلوده کننده است. حرفتون درسته، ولی خب اینجاست که بحث تعویض فیلتر جاروبرقی هم خیلی مهم میشه. یعنی که اصلا از چه نوع جاروبرقی استفاده بکنید که وقتی گرد و خاک رو جذب میکنه چیزی از پشتش تا حد ممکن خارج نشه. خود شما هر چند وقت یه بار اصلا فرضاً اون کیسه جاروبرقی رو عوض میکنید؟ فقط وقتی پر میشه یا وقتی احساس میکنید که به هر حال به قدر کافی دیگه الان خودش میتونه منبع آلودگی باشه؟ یا مثلا اصلا با بحث تغییر فیلتر و هودی که بهش اشاره کردید اصلا آشنا هستید؟ این کار رو میکنید هر چند وقت یه بار؟ اصلا خدمتت که بله، من در ماه یک بار فیلتر هود رو عوض میکنم، چون پخت و پز زیاد هستش. و کیسه جاروبرقی هم نه، اینجوری نیست که بذارم کاملا کیپ تا کیپ پر شه بعد من بخوام عوض کنم. من معمولا کیسه رو شاید دو سه هفته یه بار عوض میکنم و به قولی برای شستن حمام و دستشویی هم که حالا شوینده هایی اصلا با بخارهای بسیار بسیار خطرناک، اول خب کواکش دستشویی رو من میزنم، روشن نگه میدارم و پشپندش هم در حین کار در رو باز هم میذارم که یه موقعی دچار عارضه تنفسی نشم. خیلی ممکنه این بحثا رو بشنوم اصلا فکر کنم چرا اینقدر زندگی رو سخت میکنید. آدم اگه بخواد به همه چیز اینقدر دیگه ریزبینانه نگاه بکنه تقریبا زندگی هم غیر ممکنه ادامش. امروز تو شبکه‌های اجتماعی من میدیدم خیلی‌ها بحثو شاید جدی نمی‌گرفتن، حرفشون این بودش که به هر حال این مسائل دیگری هم وجود داره، مثلا آلودگی هوای شهرها به قدری زیاده که حالا دیگه کسی به آلودگی داخل خونه‌ام کاری نداره. خود شما چرا این کاری که دارید می‌کنید رو با این دقت انجام میدید؟ مثلا هر چند وقت یه بار، ماهی یه بار فیلتر هودو عوض کردن برای خیلی شاید عجیب باشه. والا ببینید، این چیزها رو من از بچگی از خانواده هم دیدم. حالا زمان کودکی های من در دهه 60 خب هود نبود یا جاروبرقی آنچنان نبود، ولی مثلا من یادمه که مادرم خیلی به این نکات انصافا اهمیت میداد و اون زمانی که حالا جاروبرقی نبود در خونه ها در دهه 60، من یادمه که مادر من اول یه نم آبی روی فرش ها می پاشید، اما نه به طور این که قابل نشستن نباشه، به طور این که به قولی اذیت کن باشه، بعد شروع می کرد به جارو کشیدن به اون جاروهایی که با لیف خرما درست می شدن. و الان یادمه که می فهمم که به قولی مادرم برای جلوگیری از آلودگی محیط خونه و گرد و خاکی که ممکن بود روی فرش ها بلند شه این حرکت رو می زد. بسیار خب، در واقع از بچگیشون چیزایی رو مشاهده کرده بود که شما رو حساس کرده بود به بحث هوای داخل خونه، خودتون هم سعی می‌کنید بهش عمل بکنید. سربداران توییت کرده برامون، نوشته از مهمترین کارها جهت سالمسازی فضای درون خانه و محیط کار که میتوان انجام داد ایناست، نکشیدن سیگار در زیر سقف خانه که به نظر خیلی دیگه بدیهی و واضح میاد، استفاده از گیاهان آپارتمانی جهت تلطیف فضا و هوای درون خانه، البته استفاده از تهویه مطبوع نیز میتواند راهگشا باشد. مرادی هم برامون توییت کرده، نوشته که به نظرم سرویس بهداشتی آپارتمان ها بهتره روی تراس باشه، البته نه در معرض دید، بهتر از اینه که بوی تعفنش با بوی شام و نهار مخلوط بشه و ساختمان که هیچ، حتی کوچه خیابان هم به خصوص فصل گرما متعفن میشه. زباله گردها هم برای پیدا کردن جنس بازیافتی نایلون ها رو پاره میکنن، نتیجه میشه آلودگی. از اونجایی که به هر حال هنوز تحقیقات همونطور که گفتیم درباره آلودگی هوای داخل ساختمان‌ها در مرحله ابتداییش به سر می‌بره، شاید خیلی با قطعیت نشه از میزان مرگ و میر بر اثر استنشاق هوای آلوده داخل خونه‌ها حرف زد، ولی به هر حال سازمان بهداشت جهانی یک اطلاعاتی رو هم منتشر کرده. در حال حاضر می‌دونیم که سالیانه 3 میلیون 800 هزار نفر در جهان به خاطر همین آلودگی‌های داخل منازل و ساختمان‌ها جونشون رو دست میدن. به بعضی از آمار و ارقامی که در این مورد وجود داره اشاره می‌کنیم. از این 3 میلیون و 800 هزار نفری که اشاره شده، 27% به خاطر ابتلا به ذات‌الریه جانشون رو دست میدن. در کودکان به خصوص بیش از نیمی از کودکانی که بر این از به خاطر این بیماری جونشون رو دست میدن به خاطر استنشاق هوای داخل منازل. 18% این افراد بر اثر سکته میمیرن، 27% به علت ابتلا به بیماری های ایسکمیک قلب که در واقع انسداد عروق رو ایجاد میکنه، و بعد 20% هم به خاطر ابتلا به بیماری انسداد ریوی مزمن هست که جونشون رو دست میده، و در نهایت 8% به علت ابتلا به سرطان ریه. به هر حال میبینیم که انواع و اقسام بیماری های تنفسی رو ایجاد میکنه. حالا با مهمان برنامه حرف بزنیم، ببینیم ناصر کرمی کارشناس محیط زیست از نروژ چه توضیحات اضافه تری از اینها
داره که ما بگی. آقای کرمی، می‌بینیم که به حال موضوع تقریبا جدید و نوعی هست، در موردش اطلاعات زیادی نیست. حتی وقتی به بودجه هایی که برای تحقیقات در این زمینه وجود داره نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خیلی در مقایسه با تحقیقات در مورد آلودگی های شهری بودجه های کمی هست. چرا اینقدر دیر به فکرش افتادن و چرا هنوز اینقدر اطلاعاتمون کمه در این مورد؟ خب به هر حال اینکه آلودگی هوا توی فضاهای داخلی خیلی بحث پیچیده و منابع انتشار متفاوت داره. یه اون بخش از این که مربوط به محیط‌های اداری یا مثلا محیط‌های کاری مثل کارخونه و اینا میشه، خیلی کار انجام شده، اما برای محیط‌های به اصطلاح مسکونی، برای منازل خیلی کار انجام نشده، به خاطر اینکه خطر این به شکل غلطی متاسفانه دست کم گرفته می‌شده نسبت به آلودگی هوا تو فضاهای باز. در حالی که اتفاقا، یعنی مثلا ما همه میگن که خب آلودگی هوا مثلا شهری مثل تهران آلودگی هوا باعث سرطان میشه، این واقعا از نظر آماری هنوز ثابت نشده. یعنی ما هنوز یک آمار مشخصی نداریم بگیم کسی که در تهران مثلا زندگی میکنه، رفت و آمد میکنه، شانس سرطانش مثلا چند برابر از یک کسی که توی روستاست یا توی شهر کوچیکی که هوا مشکل آلودگی هوا نداره زندگی میکنه بیشتره. اما در مورد محیط‌های بسته کاملا وجود داره، یعنی نسبت مستقیم وجود داره بین این که شما در معرض یک آلودگی که مستمر در معرض اون هستید و احتمال بیماری‌های مرتبط با اون. یک نکته خیلی مهم که وجود داره این است که ما همه انسان‌ها عمده وقت روزانه‌شون رو تو محیط بسته به سر می‌برن و زمان خیلی کمتری رو، حتی اونایی که شغلشون تو محیط بازه، باز حداقل یک ساعت طولانی رو در طول شب توی منزل هستن. به هر حال این که این نوع آلودگی، این نوع به اصطلاح در معرض آلودگی های محیطی قرار گرفتن میتونه یکی از عوامل اصلی بسیاری از بیماری ها باشه، نکته که خیلی بهش توجه شده. و بعد نکته مهمتر این است که خب جدیداً ثابت شده که منبع اصلی آلودگی هوا تو فضای داخلی خود داخل خونه است، یعنی از بیرون وارد نمیشه. شما ممکنه یک کلبه کوهستانی داشته باشید در یه جای خیلی رویایی و دوردست، ولی مثلا به خاطر اون سوختی که سوخت گرمایش داخل خونه مثلا زغال باشه، در معرض یک گاز مرگبار قرار بگیرید که در کمتر از مثلا یک شبانه روز اساسا شما رو بکشه. حتی اینها به هر حال این که این چقدر خطرناک و مرگبار نکته هست که همچنان که از ایتالیا هم فرمودین جدیداً داره خیلی بهش توجه میشه. ما به بعضی از عوامل اشاره کردیم تو برنامه، تو ویدیوی اول برنامه منم اضافه کردم به چند تا عامل دیگه که در واقع عوامل آلاینده داخل منازل هست، ولی در ایران آیا عوامل متفاوتی از اینهایی که ما اشاره کردیم وجود داره که لازم بدونید برای مخاطبان ما در ایران بهش اشاره بکنیم؟ مثلا بحث سیگار کشیدن رو ما نگفتیم اینجا، برای اینکه طبیعیه که در خیلی از کشورهای غربی میدونیم مثلا قانونا در محیط های اداری دست کم جای بسته این اتفاق نمیفته، حالا منازل هم دیگه خود افراد میتونن کنترل بکنن، اما در ایران چی؟ ایران اصلا نکته های دیگری هست که بخواد اضافه بکنید به این فهرست؟ بله، ما در ایران چند تا نکته داریم که میتونه حالا جنبه مثبتش رو بگم. خوشبختانه ما نوع سوختی که در ایران استفاده میکنیم اغلب برای گرمایش خانگی سوخت گاز مایع هست، سوخت نسبتا پاکی تلقی میشه. این باعث میشه یک گونه از حساب شایع ترین شکل آلودگی تو فضاهای بسته مسکونی، یعنی اونی که ناشی از احتراق است، این از شاید از بقیه هم مهمتر باشه. این مشکل رو ما نداریم، اما مشکلات دیگه‌ای که داریم یکی این که خب خونه‌ها در ایران عایق نیستن غالبا، و به همین خاطر به راحتی آلودگی بیرون رو منتقل میکنن داخل، اما همین رو به دام میندازن در داخل، یعنی از بیرون هوا راحت میاد داخل ولی از داخل راحت هوا نمیره بیرون. نتیجه این که این آلودگی هوایی که بیرون مرتب میاد انباش میشه داخل، مثلا تو روزایی که ریزگرد هست مثلا توی خوزستان، خب ثابت شده تو داخل خونه ها مشکل بعضا شدیدتر از بیرون خونه ها است. این یه نکته است. نکته بعد این است که در ایران سیستم تهویه مناسب هوا توی خونه ها اغلب وجود نداره، یعنی آنچه که ما داریم یا یک سیستم گرمایشه یا یک سیستم سرمایشه، اینا خونه رو گرم و سرد میکنن ولی هوای خونه رو تصفیه نمیکنن، هوای خونه رو تازه نمیکنن. اغلب این تو خونه‌های ایران وجود نداره. مشکل بعدی که در ایران خیلی متاسفانه مشکل شایع است، استفاده از مصالح نامناسب در ساخت خونه است. هنوز حتی آزبست وجود داره توی استفاده از خونه‌ها در ایران که این خودش به صورت دائم میتونه همیشه یک خونه‌ای رو در معرض یک جور آلودگی میتونم بگم مرگبار حتی قرار بده، خونه‌هایی که از آزبست استفاده میکنن. به هر حال میتونم بگم مشکل اصلی تو ایران از ساخت و ساز میاد،
یعنی اگه شما بخواید بگم کنترل اصلی رو بکنید، این است که یک خونه‌ای هستن شما ارزون می‌خرید، ولی این مکرر شما رو در معرض آلودگی هوا قرار میده. و یکی از کنترل‌هایی که شما موقع خرید یا اجاره خونه می‌خواید انجام بدید، این است که این خونه وضعیتش در مقابل بحث آلودگی هوا تو فضای بسته به چه صورت است. بسیار خوب. و بحث طبیعتاً قانون‌گذاری هم شاید تا حدی در ساخت و سازها بتونه این نکات رو در نظر داشته باشه. اما اگه خیلی کوتاه بخوایم چند تا نکته ساده رو برای اجرا و در واقع به عنوان راهکار معرفی بکنیم به بیننده هامون، چیه راهکارهایی که موثر هم هستن و دم دستی و سادن؟ ببینید، مهمترین راهکاری که برای این حساب پاک نگه داشتن هوا توی محیط بسته ما داریم، ما دو تا روی کرد همیشه رو بحث آلودگی هوا داریم. یکی این هست که اصلا هوایی رو که حالا آلوده شده چجوری به اصطلاح تغییر بدیم، هوای پاک جایگزینش بکنیم. یکی که اصلا مانع انتشار، مانع ایجاد آلودگی بشیم. بخش مهمتر این مانع ایجاد آلودگی شدنه، یعنی آن چیزی که در داخل رخ میده. بهترین و ایدئالترین فرمش اینه که ما یک خونه‌ای داشته باشیم که هم کاملا عایق باشه، آلودگی رو از بیرون منتقل نکنه داخل، چون نکته مهمیه. اغلب همیهنان ما در شهرهای بزرگی زندگی میکنن که جز آلوده ترین شهرهای جهانه. یعنی اغلب کلان شهرهای ما، اگر ما بخوایم یک فهرست بگیریم مثلا از 100 شهر آلوده دنیا، اون 10-12 کلان شهر اول ما جز اینان. حتی به خاطر این متاسفانه پدیده ریزگرد که جدیدن شکل گرفته، حتی یک جاهای دوردست یه روزی بود که حتی یاسوج یک شهری بود که حالا کوهستانی ولی جز شهرهای آلوده دنیا شده بود. نکته مهم اینه که یک خونه باشه که عایق باشه، از بیرون آلودگی رو منتقل نکنه. ما سیستم تهویه هوا برای خونه داشته باشیم، یعنی که ما سیستم سرمایش گرمایش داریم، کافی نیست. یک سیستمی باید داشته باشیم که هوا رو تهویه کنه. مثل این ماشین‌های مدل جدید دید، شما فقط کولر یا بخاری ندارن، یه چیز دارن که هوا رو کامل تهویه میکنه. شما کاملا احساس خوبی دارین توی اون ماشین‌های مدل جدید. به هر حال این رو ما باید یک اختزاء زندگی روزمره است، ما همچنان که دیگه به همه ساکن شهرهای بزرگ آلوده شدیم، این رو باید به عنوان یک اختزاء بپذیریم. به انواع روش‌هایی که مانع ایجاد آلودگی میشه، همون تو بحثی که مربوط به مثلا آشپزی و آشپزخونه است، بحث شستشوی، بحث نظافت است، اینا که اینا رو هم از تاریخ تو برنامه‌مون. خیلی ممنون از شما، مرسی ناصر کرمی، کارشناس محیط‌زیست که از نروژ در این بحث ما رو همراهی کردن. بریم وقتون چند تا پیغام بخونیم. از این صفحه این بار گلناز نوشته که هیچ اطلاع رسانی انجام نمیشه، با آلودگی هوای تهران هیچ کس توجه نمیکنه، چه برسه به آلودگی هوا و آلودگی صوتی در داخل منازل. صابر گفته که آلاینده ها به قدری زیاد شدن که راه فراری از دست اونا نیست، مثل شوینده ها و پاک کننده ها و حشره کش ها در مقابل ساختمان ها غیر اصولی با تهویه هوا به شدت با تهویه هوایی به شدت ضعیف ساخته میشن. همون نکته که باز در مورد ساخت و ساز الان آقای کرمی هم بهش اشاره کرد. بریم، باز فرصت هست برای تلفن‌های بیشتر. حسین رو از قم داریم و حسن رو از آمل داریم. حسین شما چطور، چقدر این موضوع براتون اصلا تازگی داشت وقتی موضوع برنامه ما رو شنیدید و اینکه راهکارهایی که خودتون شخصا به کار میبرید چیه؟ چقدر فکر می‌کنید موثرن واقعا این راه؟ سلام احسان عزیزم. سلام، من به شما عرض کنم که من این موضوعات رو خب میدونستم، ما همه مردم معمولا اینها رو میدونن، اما متاسفانه دچار روزمرگی شدیم و بهش اهمیت نمیدیم و فراموش میکنیم. اما یه بحث، من یه بحث کاملی دیگه دارم اینجا، اجازه میخوام که فرصت داشته باشم اینو براتون تمام کنم. بعد اینکه اولش اینو عرض کنم، نیاز به آموزش و فرهنگ سازی داریم، تغییر سبک زندگی ایرانی و اسلامی داریم، که اینم نیاز به داشتن زیرساخته. حالا این زیرساخت ها وارداتیه، یک سری هاش با تحریم هایی که آمریکا علیه ایران گذاشته، خب مثل تاسیسات تهویه مطبوع هوا و زیرساخت هایی که مربوط به این کاره، خب وارد یا محدودیتی وجود داره یا فرسوده شده و گرونی. مثلا حود، اگه آدم بخواد یه حود خوب برای آشپزخونش بخره، چقدر واقعا اونم شامل تحریم ها ممکنه باشه به نظر شما؟ ببینین حود، خب قطعات معمولا حودها بیشتر از قطعات چینی استفاده میشه در ساختش و میاد در ایران مونتاژ میشه، معمولا به این شکله. تو بحث حود ما خیلی مشکل نداریم، ولی تو بحث تهویه مطبوع توی هوای سرد و فیلترهای تصفیه، فیلترهای هپا که الان آقای کرمی هم میخواد صحبت میکردن، فیلترهای هپا هستش که اینها یه به هر حال باید وجود داشته باشه برای تاسیسات. من الان میخوام یه چند تا مطلب از خونم. یکیش این که ببینید تو فضایی که به اصطلاح توی الان آلودگی هایی که وجود داره تو فضای بسته 5-10 برابر بیشتر از فضای بازه، یعنی ما توی خیابون با این که دود و گرد و غبار رو داریم آلودگی کمتره، در حالی که تو فضای بسته بیشتره. بعد بحث شما سنم که افرادی که توی ساعتهای متوالی توی محیط بسته میشینن، خصوصا خانم های خانه‌دار، اینا به علت اینکه آلاینده های شیمیایی تو اون فضا وجود داره و کمبود اکسیژن، انباشت این آلاینده هایی که بیش از حده، باعث میشه که اینا دچار سردرد، گلودرد، خارش چشم، سرماخوردگی، ناراحتی های قلبی، تنفس های حاد، آلرژی یا آنفولانزا بشن. اثر این مواد شیمیایی
عموما در داخل ساختمان قرار داره، وجود داره، چه تو فضای داخل ساختمان به مدت زیادی باقی میمونه و از بین نمیره. خیلی ممنون از شما حسین، مرسی از نکاتی که اشاره کرد. به حال بحث تحریم به نظر حسین میتونه یکی از دلایلی باشه که برای ایجاد زیرساختایی که بخواد این آلودگی ها رو کم بکنه موثره. حسن از آمل، شما چطور، راه حل خود شما چیه و چقدر تا حالا فکر میکنید به خاطر این مسئله ممکنه که سلامت شما تحت تاثیر قرار گرفته باشه؟ با سلام، من به خاطر مشکلات ریوی یک سال دنبال دارو درمان بودم. پزشک که من هشدار داد از مواد سمی و آلاینده که تو خونه هست پرهیز کنم، از جمله وجود حوض و هواکی تو آشپزخونه، استفاده از ماسک هنگام جارو برقی و استفاده از مواد شوینده که از ماسک استفاده کنم. الان وجود مواد سمی و آسیب‌زا صدمات زیادی به سلامت بدن میزنن. متاسفانه در بخش بهداشت محیط خونه و هوا خیلی بی‌توجه شده. الان توی بازار مواد شوینده بی‌کیفیت و مواد سرطان‌زایی که حالا چینیات به خاطر تحریما وارد میشه که مردم بدبخت قربانی این هستن. من به نظرم کاش آقای ترامپ دولت روحانی رو به خاطر این مسائل تحریم کرد، نه مردم که قربانی سوء مدیریت هستن. دولت هم تو بخش آموزش و اطلاع رسانی بهداشت محیط خونه خیلی کم کاری کرده. من فکر می‌کنم اطلاع رسانی و همین که الان کلیپی که شما پخش کردید خیلی موثر است، این که مردم آگاه باشن تو وضعیت اینکه تو خونه چجوری بخون از علاتون بحث. ممنون از شما. اطلاع رسانی پس فکر می‌کنید به حال مهمه در این زمینه؟ مردم خودشون خیلی کارا رو قبل از قانونگذار حتی میتونن انجام بدن که صرف نظر از مشکلاتی که تو کشور هست به حال سلامتی خودشون رو حفظ بکنن. جانت تو از اهواز داریم. جانت، راه حل های زیاد اینجا مطرح شده ولی واقعا چقدر راحت اجراش؟ آدم اگه بخواد حواسش به آشپزی باشه، به شوینده هایی که استفاده میکنه، به مواد آرایشی، واقعا دیگه زندگی اصلا فرصت برای کار دیگه میمونه برادم. با سلام و تشکر، من خودم به شخصه به عنوان یک خانم خونه خب خیلی توجه به این موضوع نمیکردم. همیشه فکر میکردم که غالبا محیط خونه با تجربه اینکه دقت میکنیم در تمیز کردن اون و نگهداری، همیشه غالبا خانم های خونه فکر میکنن که محیط خونه بهترین محیط برای زندگیه و حداقل نسبت به محیط آلودگیش کمتره. ولی الان که توجه شده با تجربه آمارایی که دادن، به نظر من این موضوع میتونه حساسیت رو بیشتر بکنه. تو این موضوع چون هم با مدیریت خود خانم خونه برمیگرده، اگه اونها رو حساس بکنن قطعا میتونن تأثیر بسزایی داشته باشن توی بحث مدیریت همون هوایی آلودگی خود خونه. یعنی شما میتونن فقط بهشون بگن همون نکاتی که حالا زیادم نه به بحث تحریمه، همین مسئله مواد شوینده ما خودمون دیدیم بارها مسمومیت هایی که ناشی از این بود طرف جوهر نمک رو با سفید کننده با همدیگه یا مواد شوینده دیگه قاطی کرده بود و باعث مسمومیت حتی مرگش شده. این نکات به نظر من نکاتی که دم دستی هستن، اینها رو اطلاع رسید میکنم به خانم ها بگن زیادی از این مسائل و مشکلات سلامتی کم میشه. ممنون از شما جان، ببخشید که بیشتر از این واقعا وقت نداریم، فقط چند تا پیغام براتون بخونیم. میترا برامون نوشته که هوای کلاس مدارس و اتوبوس های حمل و نقل شهری و حتی هواپیماها و البته مساجد پرتردد در مراسم ختم، اینا هوای جاهای فضاهای بسته‌ای هست که فکر میکنه آلوده است. شهباز نوشته که سالها حتی در سرما هم پنجره ها رو چند دقیقه باز میذارم برای گردش هوا، تنفس بعدش راحت‌تره. البته بحث در حال انرژی و اتلافش هم هست که کارش نمیشه که ظاهراً. رنگ دیوار، پرز فرش و بخارات آشپزی، گازهای متصاعد از سوراخ چاه، تنها راه حل هم تصفیه هوا و یونیزه کردن ذرات معلق در هواست. اگه شما هم نکاتی هست بزنید تو میرسه به عنوان راه حل، میخواد با دیگران به اشتراک بذارید، @bbc شما شناسه تویتری این برنامه است، اونجا میتونید با دیگران در تماس باشید. خوب و خوش باشید، تا فردا.